بسم الله الرحمن الرحیم. تعیین اشاره افاده درجه اول وای مساوی است به ax مثبت b. هرگاه ما داشته باشیم وای مساوی باشد به ax مثبت b، در صورتی که وای ما همچنان مساوی به صفر باشد، پس معادله ax مثبت b ما مساوی به صفر است. ما در اینجا b را به طرف راست مساوات انتقال می دهیم و اطراف معادله را تقسیم ضریب x می کنیم. ضریب x a است، بنابراین اطراف معادله را تقسیم a می کنیم که در نتیجه x ما مساوی می شود به منفی b تقسیم a. جدول را که مشاهده میکنید، ما در قسمت بالایی مجهول خود را قرار میدیم که مجهول ما x است و در قسمت پایانی معادله خود را، معادله ما بود y مساوی است به ax مثبت b. به نقطه سیاه رنگی را که مشاهده میکنید، ما در اینجا قیمت x را میگذاریم، یعنی قیمت x را که به دست آورده بودیم، پس بنویسیم که x مساوی میشه به منفی b تقسیم a. ما در سمت مثبت لایتناهی x را بزرگتر از منفی b تقسیم a قرار میدهیم و در سمت منفی لایتناهی x را کوچکتر از منفی b تقسیم a قرار میدهیم. ما در سمت مثبت لایتناهی ما هم علامه a را به کار میبریم، a که ضریب x است، و در سمت منفی لایتناهی ما خلاف علامه a را به کار میبریم. هرگاه مثلا a دارای علامه مثبت باشد، ما در اینجا منفی را به کار میبریم چون خلافش است، و هرگاه a مثبت باشد، ما در اینجا منفی را به کار میبریم چون منفی خلاف مثبت است. برای درک بهتری موضوع به این چند نمونه سوال میپردازیم. y مساوی است به 2x مثبت 2، در صورت که قیمت y ما مساوی به صفر باشد، پس معادله 2x مثبت 2 ما همچنان مساوی به صفر است. ما در اینجا 2 را به طرف راست مساوات انتقال میدهیم و اطراف معادله را تقسیم ضریب x میکنیم. ضریب x 2 است، بنابراین اطراف معادله را تقسیم 2 میکنیم که در نتیجه قیمت x ما منفی 1 بیرون میشود. ما در سمت بالایی مجهول خود را قرار میدهیم و در سمت پایانی معادله خود را که عبارت است که y مساوی است به 2x مثبت 2. در اینجا ما قیمت x را میگذاریم که عبارت است منفی 1، و در سمت مثبت لایتناهی ما x را بزرگتر از منفی 1 قرار میدهیم، و در سمت منفی لایتناهی ما x را کوچکتر از منفی 1 قرار میدهیم. ما در سمت مثبت لایتناهی هم علامه a را به کار میبریم یا هم علامه x را به کار میبریم. چنانچه که میبینید ما داریم 2x، علامه 2 مثبت است، بنابراین ما در سمت مثبت لایتناهی مثبت را به کار میبریم و در سمت منفی لایتناهی ما منفی را به کار میبریم چون خلاف اشاره x است، چون x ما دارای علامه مثبت بود، خلاف آن را به کار بردیم منفی است. پس از این نتیجه میگیریم که x بزرگتر از منفی 1 دارای علامه مثبت است، و هرگاه x کوچکتر از منفی 1 قیمت بگیرد دارای علامه منفی میشود. به این مثال دیگر توجه کنید. منفی x مثبت 10 مساوی است به 0. در اینجا ابتدا ما این سوال خود را حل میکنیم، پس در را به طرف راست مساوات انتقال میدهیم و اطراف معادله را تقسیم ضریب x میکنیم. ضریب x منفی 1 است، بنابراین اطراف معادله را تقسیم منفی 1 میکنیم که در نتیجه قیمت x ما 10 بیرون میشود. در اینجا ما در سمت بالای مجهول خود را قرار میدیم و در سمت پایینی معادله خود را که عبارت است بود منفی x مثبت 10 مساوی است به 0، و در نقطه سیاه رنگ ما قیمت x را میگذاریم که عبارت است 10 است، و در سمت x بزرگتر از 10 است ما هم علامه x را به کار میبریم. x دارای علامه منفی است، بنابراین ما در سمت مثبت لایتناهی هم علامه a را به کار میبریم که عبارت است منفی است، و در سمت منفی لایتناهی ما خلاف علامه x را به کار میبریم که خلاف علامه x ما مثبت است، بنابراین مثبت را به کار میبریم. پس از این نتیجه میگیریم هرگاه x بزرگتر از 10 باشد علامه آن منفی است، و هرگاه x کوچکتر از 10 باشد علامه آن مثبت است.